اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض جميع ظلمي وجرمي وسرافي على نفسي وتولى. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي بالمهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصر، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك أجل الله لك ما وعدك من الناس وظهور الأمر، السلام عليك يا مولا أنا مولاك عارف بعولاك وخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وانتظر ظهورك وظهور الحق على يدك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك التابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان. صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه سيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام و
فمأمورم بالضيافة والجارم فعزفني وعجلني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهر در معرض نگاه شما نور می شود بی نور تو ز محضر تو دور می شود کم با تو حرف میزنم اما دلم پر است از شهر ساری است که مهجور می شود اصلا به روی من نمیاری که من بدم وقتی که باز وصله ناجور می شود واقعا اما وصله ناجور بیا به رویم و به غمت گریه می کنم آنگاه از نگاه تو مسرور چشمان توست جوشش آب حیات من من با تو زنده می شوم و نور می شوم وقتی به سبک زندگیت زندگی کنم پس با مسیر بندگیت جور می شوم در پیش پات سفره جان پهمی کنم انشاءالله روزی که در سپاه تو مأمور میشم آقا جانم دارم امید روز قیامت به اذن تو شلا همه اونطوری باشیم دارم امید روز قیامت به اذن تو من باز روز خان تو محشور می شود چه خوب میشه تازه کارامون نتیجه پیدا گاهی شباعتی به تو پیدا کند دلم با یک فراز ناحیه مجوش همین که یه جمله شو میخونه السلام علی ساکن کربلا پس ندبه میکنم به قریبی جد تو انقدر گریه میکنم که دگر کور یا منتقم سپاه تو تشکیل می شود من هم در آن به نام تو مشهور می شوم السلام علیک یا با عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والبتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك
علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و یا باب جلال لقد عظمت الرزیع اگه اون نمی گفت ایش کدیم ما جرعت نمی کردیم بگیم لقد عظمت الرزیع سخت مصیبت تو برای من و جلد و عظمت المصیبت بکل ایلام و علا جمیع اهل اسلام و جلد و عظمت مصیبت و جب زماوات علا جمیع اهل زماوات فلعل الله مطر عززاد عزاز الظلم والجور عليكم على البال فلعن اللهم جلد بعدكم عن مقامكم وازالتكم عن مرادكم التي رتبكم الله فيها فلان اللهم تن قتلتكم فلان اللهم مهدين لهم بالدمجين من قتالكم بريتو إلى الله بلدي مثل شام جلية كلية و الیکم من هم و من اشیاهم و اتباهم و اولیاهم همه آماده سفر شدن عبدالله ابن جعفر پسر عموشه از یه طرفم شوهرشه یه کلام غیر از خدا بزی ما بینشون رد و بدل نشون ابی عبدالله نیابت خاص داد به عبدالله ابن جعفر به خاطر مریضیشون اون ناراحتی پاش گفت تو مدینه بمون اگه کسی سالی داره حلال و حرامی میخواد بپرسه کسی از ما باشه عبدالله داره نگاه میکنه کاروان که رفت این دوتا بچه مثل مارگزیده به خودشون میپیچیدن ما چرا مادرمونو تنها گذاشتیم از یه طرف هم باید امر پدر باشه با هر عشقی بود بابا رو راضی کردن عبدالله یه نامه نوشت برا دخترموش بانوی عالم ثمراتو برات فرستادم
حالا که پیغمبر تو خواب اومده به حسین گفته تو باید اسیر بشی، بچه ها تو میفرستن دارن این دوتا میمیرن. روایت اینه چند منزل نرفته به سوی مکه، ابی عبدالله فرمود عباس جان ببین دو سوار دارن میان، به تاختم دارن میان، همه یه کاروان باستاد. دیدن دو نفر دارن میان، هی میگن امیری حسین ولی عمر امیر. چنان دل و چشم وجود زینب برق زد، صدا رو میشناسه، اینا زاده های زینب هست. تا رسیدن خودشون رو پرد کردن جلوی ناقه یا جلوی اسباب عبدالله، عرض ادب کردن دایی جان این نامه رو بابامون داده برا مادرمون، فرمود زود برید برا مادرمون. یه نمیتونم حرف بزنم، بلش کنم چند تا شعر بخونم، چون تو اون وادی ها که برم خودتونم میبینید اینقدر جلوه‌گری دارد. از وقتی که خدا این بچه ها رو بهش داد لالاییش غیر از حسین میچیند. زینب غیر از ذکر حسین میچیدیه نداشت. او پیغمبرم بارها گفتم میخوام بگم توجه داشته باشید. امیرالمومنین اومد پیشش گفت یا رسول منو دعا کن، و الهی و علی اندک اغفر لعلی، و علی جان غیر از تو من ذکری ندارم، غیر از تو قسمی ندارم. همش زینب به حسین قسم میخورد، با حسین زندگی میکرد. حالا که این بچه ها اومدن سبب امتحان حب زینبه، خالق آزادگی اسیر نگردد، آینه فاطمی حقیر نگردد، همچو حسینم کسی امیر نگردد، کس چو پسرهای من دلیل نگردد. یاد شما باشد این دعای توحید، که نوه های امیر خیبر و بدری، من به شما درس های میمنه دادم، زینب شیوه جنگی فنون میسر دادم، درس دفاع از حریم فاطمه دادم، دست شما از شجاعت آینه دادم، هرچه که دارید خرج یار نمایید، که نبه های امیر و خیبر و بدری، حال محیا شود همایل و سربر، محضر مولا روی با دل خورسن، گاه به گریه روید و گاه
به لبخند سربر جان را دهم به فاطمه سوگر تا برسید از سوی امام به تأیید. دایی محبوبتان امیر جهان است، همچو حسن نام او کلید جنان است، لنگر عرش و ستون کون و مکان است، حب ولای حسین مایه جان است. لحظه ای از این امام دست مداری، کاش که یاری کنم برادر خود را، چون ببرم باز نام مادر خود را، کی بکند رد متاع خواهر خود را، کی بکند رد متاع خواهر خود را، دست ببوسید و پای رهبر خود را، یک سر دست ادب به سینه گذارید. نسل شما هست نسل حیدر کرار، صلب شما میرسد به جعفر طیار، نام یکی تان ز نام احمد مختار، نام نکوی یکی ز خالق دادار، باید امان از سپاه کوفه بگیرید، کم نگذارید پس برادر من را، نش دهید این سپالش گر من را، دور شوید ای دو دیده یه تر من را، تا که نبینید پار مجر من را. از دیه زینب فدای جان حسین، شما میخواییم بگیم هستی زینب، اون به قربان جوان حسینم، داغ محمد کجا و شأن حسینم، کاش به سینه زنم نشان حسینم، ای دو جوانم روید و باده بنوشید، جان شما هدیه بر امام زمانم، بعد شهادت میان خیمه بمانم، خجلت روی حسین قاتل جانم، نش شما را کجا به خیمه گشانم، فرزداد بیش آقاش، آقا عبی عبدالله قبول کرد براشون دعا خون، روانه میدان شدن، یکی داد زد اینا کیان، دیگری جواب داد اینها بچه های خوهرشن، یکی گوه ای والا به این خوهر هستی شمارده، همه یه بچه میدن، این دوتا بچه هاشو برست دادم، جنگ نمایانی کردن، قاتل ضربه رو زد، دیگری رو زد، هر دو رو زمین افتادم، یا الله، یه وقت صدا زدن حسین، دایی جان ما داریم میریم، خدا نگهدار. ابی عبدالله دوید با عجله توی میدان، هر دو تا رو با همون خونال دیگی بغل کرد، به سمت خیمه ها آمد، زنها همه ریختن کمک حسین، هرچه نگاه کردید خواهرش نیومده،
نه بخشاد نه اصلاً سال کرد، اما سال حسین تو مدینه معلوم شد. وقتی عبدالله دلداری داد زینب و گفت یه سال دارم بگم یا نگم، حضرت اجازه داد. خب همه شهدا رو شنیدم، وقتی بدنشون آوردن تو استقبال کردین. آیا بچه‌های من عیبی داشتن که به استقبال نمیدی؟ یه وقت به تمام پهنای صورت زینب گریه کرد، فرمود عبدالله دست از دلم بردار، یا دست از سرم بردار. به خدا ترسیدم حسینم خجالت از من حسین. هدیه های زینب پور جعفریم، ما شاگرد ابوالفضل نسل حیدریم، ما هدیه های زینب پور جعفریم، ما شاگرد ابوالفضل نسل حیدریم، ما در عشقت اسیر و دو آزاده تو، تو دلدار مایی ما دلداده تو، ما دلداده تو. واویلا حسین، واویلا حسین، واویلا حسین، واویلا حسین، واویلا حسین. واویلا حسین، هدیه های زینب پور جعفریم، ما بگو هدیه های زینب شاگرد ابوالفضل، شاگرد ابوالفضل نسل حیدریم، ما در عشقت اسیر و دو آزاده تو، تو دلدار مایی ما دلداده تو، ما دلداده تو. واویلا حسین، واویلا حسین، ماشاءالله. واویلا حسین، واویلا حسین، واویلا حسین. میزنیم به میدان با شور و دلیری، با عشق تو مولا یا نعم الامیری. ذکر ما روی لب از وقت ولادت، در راحت شهادت تاریخ سعادت، تاریخ
شخص همراه تن تو مانده پیکر ما دنبال سر تو می آید سر ما ما نظری مادر قربان تو هستیم هر دو پیش مرگ طفلان تو هستیم طفلان تو هستیم وا ویلا حسین وا ویلا حسین حسین وا ویلا بگو بگو وا ویلا حسین امیری حسین بن مل امیر 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 امیری حسین امیری حسین سر 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 ولعن الله جمرانه
ولو ان اللهم تنس رجد والجمد وتنقبت لقتالك بابي انت وامي لقد عظم مصابي بك فاسال الله الذي اكرم مقامك واكرمني ان يرزقني طلب اثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه واله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبلاة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم بريت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وأدب لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب آثاري مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيته في الإسلام ففي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبرك به بنو أمية وابن أكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن
عباس و بیان و معاویه و یزید ابن معاویه علیهم من کل لعنتو ابد العابدی و هازا یوم فرد به آل زیاده و آل مروان به قتل امام حسین صلوات الله علیه. اللهم فضائب عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام. ولزال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ظالم. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسين و شاید و باید و تابت على قتلهم. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على ولا علي ابن ولا أولاد ولا أصحاب المسجد. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابين الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدما صدقا عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين عليه السلام.